اینها و مسائل بیشتر را با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق صحبت کردیم. از موسل شروع میکنم. روند تحولات موسل به نظرتون همون چیزی بود که انتظارش رو داشتید یا و عملیات به همون شکلی که فکر میکردید داره پیش میره یا الان به نظرتون کند شده؟ خود تون برنامه بودن را بود دست پکرا و قناقی نبرد موسل مطابق برنامه شروع شد و خیلی موفقیت آمیز بود. مرحله اول خیلی خوب تموم شد و مرحله دوم هم خیلی خوب شروع شد. انتظار این نمی رفت که جنگ آسونی باشه و زود تموم شه. جنگ سختیه. جنگی است که خیلی تلاش می‌خواد ولی خیلی خوب پیش رفته. جنگ داخل شهر خیلی آسون نیست چون داخل شهر با جنگ بیرون شهر خیلی فرق داره. و شهر نوشاری زور با زحمت شهری که آسان نیه. انتظار اینو داشتید که اینقدر حمله انتحاری داعش انجام بده؟ مقاومت داعش رو به این شکل انتظار داشتید در داخل موسل؟ موسل زور گورتر دومین شهر عراق. موسل شهر بسیار بزرگیه، دومین شهر بزرگ عراقه. ما وقتی برای پیشمرگه و ارتش برنامه ریزی میکردیم به فرمانده ها گفتم که جنگ اساسی ما با داعش با حمله های انتحاری اونها همراه خواهد بود و این تاکتیک اصلی اونها خواهد بود. برای همین به پیشمرگان و ارتش از قبل هشدار داده بودیم که باید آماده چنین چیزی باشند و همه احتمالات رو در نظر بگیرن. به نظر میاد که نیروهای پیشمرگ بعد از گرفتن به خصوص بعشیقه عملاً اون وظیفه‌ای که براشون محول شده بود رو تموم کردن در عملیات موسل. از این به بعد نقش پیشمرگه و کردستان عراق مشخصاً چه خواهد بود در ادامه نبرد موسل؟ راست خب پلانی شهر روزگار کردن موسل درسته. برنامه آزادسازی موسل دو مرحله است. طبق برنامه فاز اول عملیات موسل با پیشمرگان شروع شد که هدفش شکستن اولین خط دفاعی داعش بود و با موفقیت به پایان رسید. و در فاز دوم ارتش مسئولیت اصلی رو به عهده داره، اما این به معنای تموم شدن تهدید داعش برای کردستان نیست. کسی نمیدونه، شاید تهدید بعدی به شکل دیگه ای باشه. برای همین پیشمرگان در مقر خودشون همچنان آماده باش هستن. بعد از موسل چه انتظاری میره؟ چه تهدیدهایی رو شما انتظار دارید که داشته باشه؟ چه خود کردستان عراق باشه، چه کل عراق با چه تهدیدهایی مواجه خواهد شد؟ و آیا اصلا فکر میکنید داعش تموم بشه؟ نه، داعش توانایی باشه. نه، داعش تموم نخواهد شد. پایان داعش در موسل به معنای پایان این تهدید نیست. اونها فقط رنگ عوض میکنند و با اسم دیگه ای بر میگردند. وقتی حزب بعث شکست خورد گفتیم که دیگه رها شدیم و آزاد و فکر کردیم که دیگه میتونیم راحت باشیم. اما بعدش با القاعده و انصار اسلام و حالا داعش مواجه شدیم. برای همین تهدیدها تموم نمیشه. و الان یکی از مهمترین موضوعهایی که مورد بحثه، بحث مناطق مورد مناقشه است و مناطقی که نیروهای پیشمرگ پیشروی کردن، چه شنگال باشه چه کرکوک باشه. بحث‌های زد و نقیزی هست. صحبت از این هستش که آمریکا درخواست کرده عقب نشینی بشه از طرف نیروهای پیشمرگ. یه توافقی هست بین شما و بغداد. چه کار خواهید کرد؟ آیا خواهید موند اونجا یا مناطق رو پس خواهید داد به دولت مرکزی؟ خط دفاعی که پیشمرگه قبل از عملیات موسل در تاریخ 17 اکتبر کشید اصلا نمیتونه مورد بحث باشه و پیشمرگه از این مناطق عقب نشینی نخواهد کرد. از طرف جامعه بین المللی و به خصوص آمریکا ظاهراً یک سری درخواست ها هست که حتی صحبت هاش بود توی اخبار که از شما درخواست شده که نه حتما اون مناطق رو واگذار کنید و عقب بشید. نه، مناطقی که الان مورد بحثه مناطقی که پیشمرگه بعد از 17 اکتبر یعنی شروع عملیات موسل وارد شده. روستاهای مسیحی و ترکمان و عرب.
با بغداد توافق خواهیم کرد که چطور از اون مناطق حفاظت کنیم. بیشتر هم صحبت از این شده که ما به اهالی اون مناطق کمک کنیم امنیت خودشون رو به عهده بگیرن، مثل کمک به پلیس محلی. و قطعا اگه وضعیت امنیتی اون مناطق مناسب باشه و نیازی به موندن پیشمرگ نباشه، ما در اونجا نمیمونیم. اینم با توافق انجام میشه. با بغداد توافق میکنیم که شرایط امنیتی مردم اون منطقه رو طوری تامین کنیم که هیچ خطری برای اونها باقی نمونه. شما میگید که هم در همین کرکوک و اینها خواهید موند و هم در منطقه شنگال؟ طبعا قطعاً، چون اون خط دفاعی قبل از عملیات موصل خط دفاعی ما بوده و خواهد موند. پیشی هفته ایمانک هم خط هر هب و دشمینی. چه فرقی بین پیشمرگه الان با پیشمرگه قبل از داعش هست؟ به خصوص وقتی که خیلی ها میگفتن که پیشمرگه از شنگال عقب نشینی کرد و این باعث شد که این اتفاق در اونجا بیفته و حتی اتهام این وارد بود که کردستان عراق فرصت جویی داره میکنه از وضعیت داعش. این بختان بزرگ و بی‌انصافیه که درباره پیشمرگه چنین چیزی بگن. ما 11500 شهید و زخمی داشتیم در زمان جنگ داعش و من یک قطره خون پیشمرگه رو با پایتخت‌های کل جهان عوض نمی‌کنم. دوم اینکه در شنگال این قبایل عرب که قرار بود از پیشمرگه‌ها پشتیبانی کنند به اونها خیانت کردند و تمام راه‌ها رو بستند و با داعش همکاری کردند. شنگال با خون 500 پیشمرگه آزاد شد. علاوه بر اینکه پیشمرگه‌های قبل از داعش یا پیشمرگه‌های جنگ‌ها و انقلاب‌های قبلی بودند و اغلب بازنشسته و مسن یا پیشمرگه‌های خیلی جوان و بدون تجربه جنگ، اما الان در دوران جنگ با داعش اونها تجربه بسیاری کسب کردند و خودشون هر کدوم یه پا فرمانده شدند و تاکتیک‌های جنگی رو می‌دونن. یاد گرفتن که چطور مین یا بمب رو خنسا کنن یا از آلات جنگی استفاده کنن. حالا با هم رقابت میکنند که کدوم تیپ بهتر در مقابل داعش میجنگه. در ضمن وقتی داعش به ما حمله کرد، توازن قدرت به نفع اونها بود، چون 1700 خودروی زرهی از ارتش مالکی به دست آورده بودند، در حالی که ما سلاحامون سلاحهای کهنه باقی مونده از زمان جنگ ایران و عراق بود. اما الان پیشمرگه ها تجهیزات و تجربه بیشتر و بهتری دارند و نتیجه هم خب حالا معلومه. همین چند روز پیش دیدبان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که حتما میدونید و متهم کرد نیروهای امنیتی کردستان عراق رو به ویران کردن خونه های عرب ها و یک سری شکایت ها در مورد اینکه در بعضی از مناطق عرب زدایی داره انجام میشه. آیا واقعا شما عرب ها رو دارید از این منطقه بیرون میکنید یا مسئله دقیقا چیه؟ متاسفانه این گزارش اصلا منصفانه نبود و به دور از واقعیت بود. کردستان عراق الان میزبان 1.5 میلیون عرب، نه فقط از عراق که از مناطق دیگه هم هست. 1.5 میلیون نفر رو با آغوش باز بپذیری و اون وقت بری مردم 2-3 تا روستا رو بیرون کنی، اصلا با عقل جور در میاد. ولی اگه منظور این سازمانایی که چنین گزارشایی میکنن این باشه که ما اجازه بدیم اونایی که روزی با داعش بودند و علیه ما جنگیدند، حتی بعضی از مردم ما رو کشتند و دختران ما و ایزدیان رو به اسارت گرفتن، برگردند و ما با اونها مسامحه کنیم، نه، ما چنین کاری نمیکنیم. باید اونها روشن کنند که منظورشون از این گزارش چه بود. اگه منظورشون مردم بیگناهه، ما به هر نحوی که شده نمیگذاریم هیچ بیگناهی آزار ببینه. ولی اگه منظورشون اینه که داعشی ها برگردند، برای ما مهم نیست که اونا چی میگن، هر چی میخوان بگن، اما ما اجازه نخواهیم داد اونا برگردن. شما حضور ترکیه رو در این پایگاه بعشیقه چطور میبینین؟ خیلی ها متهم کردن، گفتن که خیلی ها نظرشون این بود که کردستان عراق و مشخصا شخص شما اجازه دادن که نیروهای ترکیه بیان داخل و این هم خب قبل از حتی شروع عملیات موصل مسائل زیادی رو ایجاد کرد. ولی من از فرمانده های شما هم پرسیدم، خیلی حتی کمکی از نیروهای ترکیه هم نگرفتن ظاهر. مردم هر چه میگن میل خودشونه. واقعیت روی زمین چیز دیگه ایه. وقتی داعش به منطقه کردستان حمله کرد، نیروهای ائتلاف شروع به حمایت از این منطقه کردند و چندین پایگاه آموزشی برای پیشمرگان ایجاد کردند. همزمان ترکیه هم دو پایگاه آموزش نظامی برای نیروهای پلیس و امنیتی که از موصل گریخته بودند برپا کرد. همچنین اونها اردوگاه آموزشی رو برای آموزش نیروهای داوطلب از موصل باز کردند.
اینها با توافق حکومت فدرالی انجام شد. بعد از اون چون مقرشون نزدیک داعش بود و هر روز درگیری پیش می اومد، ترکیه نیروهای بیشتری برای محافظت از نیروهای خودشون آوردند. ما از اومدنشون جلوگیری نکردیم، ولی با درخواست ما هم نیومدند. این کار طبیعی بود، ولی متاسفانه بعضی گروه ها در این باره غلو کردند و موضوع رو بزرگ جلوه دادند. امیدواریم ترکیه و بغداد این مسئله رو با توافق دو جانبه حل کنند و نگذارند این به روابطشون آسیب بزنه. ما از هر کسی که در جنگ با داعش به ما کمک کرد سپاسگزاریم. اما این مشکل سیاسی بین بغداد و آنکارا است و ما سعی می‌کنیم و دوست هم داریم که این با تفاهم حل شه و بزرگ نشه. ترکیه مدام هشدار میده در مورد نقش نیروهای شیعه در اطراف تل عفر به خصوص، ظاهرا خیلی براشون حساسیت برانگیز بوده. آیا برای کردستان عراق هم این مسئله حساسیت برانگیزه؟ حضور نیروهای شیعه که مشخصا از طرف ایران هم حمایت میشن، شما با اونها آیا همکاری میکنید یا از حضورشون اول از همه ما حساسیتی درباره شیعه و سنی نداریم و معتقدیم که تمرکز همه ما باید بر جنگ با داعش و شکست اون باشه. دوم، ما همه تلاشمون رو کردیم که قبل از عملیات موصل به یه توافق سیاسی برسیم که متاسفانه برای مدت‌ها ممکن نبود. توافق درباره اینکه هر گروه نظامی باید در کجا و چطور فعالیت کنه. اما به خاطر اختلاف و حساسیت هایی که بین شیعه و سنی ها بود، بارها این مذاکرات به نتیجه نرسید. با این حال ما تلاش کردیم که راه میونه ای رو بر اساس تفاهم همه طرف ها پیدا کنیم. در نهایت هم به توافق رسیدیم که پیشمرگی ها فقط در فاز اول باشند. از اول هم برای هشت شعبی برنامه این بود که وارد موصل و تل عفر نشند، اما از اونجا که اونها با داعش می جنگند ما از اونها استقبال می کنیم و خوبه و خوشحالیم که تا کنون اونها به توافق حاصل شده پایبند موندن. امیدواریم پایبند هم بمونن و مشکل و حساسیتی از هیچ طرفی پیش نیاد. و امیدوارم در مستقبلش التزامی پی بکری و هیچ مشکلی و حساسیت بو هیچ لایک درست نمی. نقش ایران رو چطور میدونید، میبینید توی همین مبارزه با داعش؟ اگر خاطرتون باشه همون اوایل هم که اتفاق افتاد، ظاهرا نیروهای یعنی ایران کمک کرد به کردستان عراق وقتی که حمله داعش اتفاق افتاد. از اونجا به بعد الان چطوریه؟ کمک هاش به کردستان باشه ایران بین راست این واقعیته که ایران از همون ابتدای حمله داعش به کردستان عراق سلاح و مهمات فرستاد و ما به این خاطر از اونها ممنونیم، همونطور که از کمک‌های کشورهای دیگه و ائتلاف قدردانی می‌کنیم. اما الان ما می‌خوایم روابط عادی با ایران داشته باشیم و باید تأکید کنم که هیچ نیروی ایرانی در حال حاضر در منطقه کردستان عراق نیست. اما اینکه اونها در ابتدای جنگ با اسلحه و مهمات به ما کمک کردند درسته. و یکی از مسائلی که هست و خیلی مطرحه، بحث شروع فعالیت حزب دموکرات کردستان ایران به صورت مسلحانه به خصوص در خاک ایران هست. آقای هجری حتی گفتن که ادامه خواهند داد این فعالیت رو. آیا شما از طرف ایران تحت فشار هستید برای اینکه جلوی این گروه رو بگیرید، گروه هایی که علیه ایران دارن کار میکنن؟ خودتون اصلا چطور نگاه میکنید به فعالیت و اینها؟ ما حذر که این امن و آسایشی ایما و جیرانکانی ایماش پارز را بیو. اول از همه ما میخواییم امنیت منطقه کردستان و همسایه هامون حفظ شه و ثبات داشته باشه و مشکل امنیتی نداشته باشه. دوم این که درسته که حزب دموکرات کردستان ایران اینجا هستند، اما اونها در داخل هم نیرو دارن. اینجا من میخوام تأکید کنم که از راه جنگ هیچ هدفی قابل دسترسی نیست. برای همین مهمه که جمهوری اسلامی ایران و حزب دموکرات و گروه‌های دیگه با هم گفتگو داشته باشن و از این طریق به راه حلی مسالمت‌آمیز برسن. ما از این وضع خوشنود نیستیم، اما از طرف دیگه نمیتونیم سیاست حزب دیگر رو مشخص کنیم و نمیتونیم نظرمون رو به اونها دیکته کنیم. ما خودشون مسئول سیاست و عملکرد خودشون هستن. رگال یا سیاست حزب کیتر دومین لا خویان مسئولن لا. ولی اونها از خاک شما عملا دارن استفاده میکنن برای اینکه حمله بکنن و حتی ظاهرا ایران هم جواب داده. بعضی موقع ها روستاهای کردستان عراق مورد حمله قرار گرفتن. این دقیقا اصل مشکله. احزاب مخالف ایران میگن اونها از اینجا به ایران نیرو میفرستند و داخل نیرو دارند که عملیات انجام میدن، اما ایران در جواب با خمپاره روستاهای مرزی ما رو میزنه و مردم ما هزینه میدن که این قابل قبول نیست.
ما از این وضع ناراضی هستیم، هم از بمباران‌های ایران و هم اگر از اینجا نیرو بره. من تاکید میکنم ما بر این باوریم که با جنگ مشکل حل نمیشه. از اینجا نیرو بره یا اونجا نبرد کنن، ما امیدواریم که هر دو طرف با گفتگو به راه حل برسند. اما اگه در نهایت نتونند، ما حاضر نیستیم هزینه چنین کشمکشی رو بدیم. همین مشکل رو شما با پکک هم به نظر دارید به خاطر همسایتون ترکیه. الان مثلا ما سفر کردیم به شنگال و در مسیرمون خب پرچم های نیروهای پکک رو دیدیم. با اونها چیکار خواهید کرد؟ من تصمیم اینه که نباید هیچ جنگ کرد علیه کردی صورت بگیره، اما متاسفانه بعضی ها از این رفتار ما سوء استفاده میکنن. قطعا اینا مشکلی که باید با توافق حل شه و نباید پکک شنگال رو به محلی برای فعالیت های خودش تبدیل کنه. ما چنین چیزی رو هم قبول نمیکنیم، چون که پکک اصلا اونجا چیکار داره؟ اون منطقه اصلا ربطی به پکک نداره. خب اگر نران چه کار خواهید کرد؟ برای اونم اون موقع تصمیم میگیرید. بیایم به آینده کردستان عراق. از همون موقع که نبرد داعش شروع شد، خیلی بیشتر ما از زبون شما بحث همه پرسی رو شنیدیم، رفراندوم رو شنیدیم برای استقلال کردستان عراق. آیا هنوز همین رو دنبال میکنید؟ هیچ رودامک، هیچ شتک، هیچ چیزی، هیچ رویدادی نمیتونه جلوی تصمیم ما رو برای استقلال بگیره. اما من همیشه گفتم که نه با دعوا، که با گفتگو باید به این هدف برسیم. ما این گفتگو رو با بغداد شروع کردیم و به توافق‌های هم رسیدیم. خوشبینیم که به نتیجه‌ای برسیم که به سود همه باشه. ما دیالوگش مون کردو و امیدوارم که بگین به نتیجه کی که به سود همه لاک توافق. این در حقیقت استقلال چطور خواهد بود؟ آیا شما کاملا می‌خواید یک کشور جداگانه از عراق داشته باشید، یا هنوز این استقلال رو در ساختار فدرالی میخواید تعریف بکنید؟ بعد از دو جنگ جهانی یکم، بعد از جنگ جهانی اول که کشور جدید عراق تشکیل شد، کشور بر این اساس تأسیس شد که کرد و عرب شریکند تا سال 2003. این یه مرحله بود، اما سهم ما از اون شراکت چی بود؟ ویران شدن خاک ما، قتل عام مردم ما و بمباران شیمیایی. از 2003 تا الان مرحله دیگه‌ای بود. دوباره دوستانی که ما تصور می‌کردیم دوست و شریکمون هستن، نان مردم کردستان رو بریدن. این به این معنیه که ما در این شراکت موفق نبودیم. پس بگذارید همسایه خوبی باشیم. خب این معنیش اینه که شما یک کشور جداگانه می‌خواید داشته باشید؟ حقمونه. در مقابل بغداد هم این اتهام رو وارد می‌کنه که شما در زمانی که داعش حضور داعش حقیقت دیده شد در عراق، کردستان عراق از نفت اینجا استفاده کرد و نفت رو فروخت بدون اینکه سهمی به بغداد بده. این چی؟ هیچ راست نیه؟ این واقعیت نداره. مالکی از شروع سال 2014 نون و بودجه مردم کردستان رو قطع کرد. داعش جولای 2014 اومد. ما اواخر 2013 به مالکی خبر فرستادیم که داعش داره میاد داخل موصل و وضعیت رو به هم می‌ریزه. بیا با هم عملیات مشترک انجام بدیم. اما او قبول نکرد. بنابراین مشکل بین بغداد و اربیل و این مسئله برمیگرده به قبل از داعش. قبول نکرد. دبروا ما راسنیه، ما دوای وای داعش نیه. ما پیشی داعش. خب الان مالکی نیست و آقای عبادی هست و ظاهرا آقای عبادی هم مثبت نگاه می‌کنن به بحث برگزاری همین همه پرسی. مسئله چیه؟ چه موانعی سر راه همین برگزاری همه پرسی برای استقلال هست الان؟ تا الان بغداد حاضر نبود حتی به حرف ما گوش کنه، اما الان که بغداد آماده است با گفتگو مشکل رو حل کنیم، اگه بغداد مخالف اینه که ما همه پرسی رو برگزار کنیم، ما عجله‌ای نداریم. اگه مخالف نباشه هم ما عجله‌ای نداریم. بغداد هم میگه که ما آماده هستیم که شما این کار رو بکنید. آیا در داخل خود کردستان عراق یک اتحادی هست در مورد این یا اختلاف نظر هست؟ من نمیدونم، شاید یکی دو سیاستمدار این ور اونور حرف دیگه ای بزنن در این باره، اما میدونم که اکثریت مردم کردستان عراق این رو میخواند. و البته کسی جرأت نمیکنه جلوی چنین چیزی بیسته و مخالفت کنه، حتی اگر قلبا از این راضی نباشه. اون وقت روابطتون با همسایه ها چطور خواهد شد؟ شما آیا برای یه همچین چیزی از طرف ترکیه و ایران احساس حمایت میکنید؟ و اگر این اتفاق بیفته، آیا شما بقیه مناطق کردستان ایران باشه یا ترکیه باشه یا سوریه باشه، اونها رو هم دعوت میکنید به شما بپیوندن
یا چطور با اونها رابطتون خواهد؟ من پیمان خوش الله همو. اول از همه باید بگم که ما دوست داریم بقیه کردها هم در کشورهای همسایه بر اساس تفاهم و از راه مسالمت آمیز از حقوق خودشون برخوردار باشند. دوم این که 25 سال گذشته ثابت شده که ما عامل ثبات برای همسایگانمون ایران و ترکیه بودیم، نه تهدید. بیشتر مسئله بین ما و بغداده و اگه با بغداد به توافق و تفاهم دو جانبه برسیم حتما عامل خیر میشه و قطعا از کردهای ایران و ترکیه درخواست نمی کنیم که ما بپیوندن. برعکس اونها رو تشویق خواهیم کرد که برای رسیدن به حقوق خودشون با دولتهای مرکزی از راه صلح‌آمیز اقدام کنند و به توافق برسند. ما از اون خوشنود خواهیم. همه شگفت زده شدن، به خصوص اینجا با بیانیه‌ای که بیرون اومد و شما پیشنهاد کردید به پارلمان که بیان و حتی یک نفر رو انتخاب بکنن برای ریاست حکومت کردستان عراق و تا زمانی که زمان انتخابات برسه. این به چه معنیه؟ آیا شما قدرت رو رها میکنید؟ اما تازه پیشنهاد تازه‌ای نبود. من دو سال پیش همین پیشنهاد رو دادم، برای همین تا حالا دیگه حرف نزدم. منظورم از اون بیانیه این بود که اگر احزاب واقعا راه حل میخوان بیان، اینم راه حل. ما درگیر جنگ با یه گروه تروریستی وحشی بودیم، نمیشد که من ریاست رو رها کنم وقتی کسی دیگه ای نباشه که مسئولیت رو قبول کنه. به خاطر همین هم من دو سال قبل به اونها گفته بودم، اما اونها حرف میزنن و عمل نمی کنن. باز هم میگم اگه بیان و کسی رو مشخص کنن، من ریاست رو تحویل میدم. تا اون موقع طبق دستور مجلس شورای اقلیم من به وظیفم عمل میکنم، برای اینکه خلأ ایجاد نشه و کارها متوقف نشه. من قوانین رو نقض نمی کنم و قوانین رو به خاطر خودم تعدیل نمی کنم. من به قانون احترام میگذارم، من به جایگاه خودم و ملتم احترام میگذارم و ممنون میشم که کسی رو مشخص کنن که من مسئولیتم رو تسلیم کنم و به عنوان پیشمرگه به خدمتم ادامه بدم. اما منتقدای شما میگن که شما تو چند مدت اخیر حتی اعتراض ها رو حزب شما اعتراض ها رو سرکوب کردن، گاهی اجازه ندادن که نماینده ها وارد اربیل بشن، با رسانه های مخالف خیلی خوب رفتار نشده. جواب شما به این انتقاد ها چیه؟ جواب من نوایه جواب من اینه، اونها که چنین اتهام هایی وارد می کنن به دفاتر ما حمله کردن و اونها رو سوزوندن. ما جوابی ندادیم. اعضای حزبمون رو شهید کردن، جواب ندادیم. مسئله پارلمان راسته، اما بگم برای چی؟ ما در انتخابات اخیر کردستان بر سر همکاری و اتحاد توافق کردیم. بر اساس توافق ما ریاست پارلمان رو دادیم به حزب دیگه و از حق خودشون بیشتر بهشون دادیم، چون که همه متفق بودیم که حکومتی مشارکتی داشته باشیم و چند سالی با هم کار کنیم. اما از پشت به ما خنجر زدن و به اون توافق خیانت کردن. چون اونها به اون توافق خیانت کردن، دیگه هر چیزی که بر اساس اون توافق بنا شده بود به هم ریخت. برای همین هم ما گفتیم به خاطر این کارتون دیگه تموم. ما مخالف اون نیستیم که مجلس فعال شه و کارهاش رو از سر بگیره، اما اون رئیس مجلسی که با رأی ما انتخاب شده بود دیگه نباید رئیس مجلس باشه، چون اون مقام رو با حق خودش نگرفته بلکه با رأی ما بوده. برای همین به خاطر خیانت به توافق ما دیگه حق این رو نداره که رئیس مجلس باشه. رئیس دیگه ای انتخاب کنید، پارلمان کار خودش رو انجام بده، حکومت جدید تشکیل بدن. ما مشکلی نداریم، ولی قبول نمی‌کنیم که با کودتا چیزی رو به ما تحمیل کنند. آزادی بیان، یکی از گزارش هایی که منتشر شده بود از کردستان عراق و در ایران هم خیلی دنبالش کردن به نظر، بحث این بود که وضعیت آزادی بیان در کردستان عراق داره عقبگرد میکنه و فشار روی رسانه های منتقد داره زیاد میشه. خبر از مرگ چند حتی خبرنگار مطرح شد که در دوحوک یکیشون کشته شده. شما اینها رو دنبال میکنید؟ من اما با تأکید اگرم ایمان دجی من با تأکید میگم که مخالف هر اقدامی برای محدود کردن آزادی بیان در کردستان هستیم. نه تنها ما این رو محدود نکردیم که سطح آزادی بیان اینجا حتی از سطح دموکراسی و سطح مورد قبول جوامع دموکراتیک فراتر رفته. ولی درسته خیلی اتفاقها رخ داده و بعضی اشخاص کشته شدن که در بین اونها بعضی ها حتی خبرنگار بودن، ولی این به این معنا نیست که اینها سیاسی هستند یا به دلایل سیاسی کشته شدند. از پلیس درخواست شده تحقیقات خودش رو انجام بده که مشخص شه کی متهم و مجرمه. اگه منظور از اون قتل‌ها سیاسی باشه، خیلی منتقدهای سرسخت‌تر و مهمتری هستند که حرفاشون از مرز انتقاد هم میگذره، اما کسی با اونها برخورد نمی‌کنه.
ولی اگه بخوان این قطعه رو به حساب تهدید آزادی بیان بگذارند، این واقعیت نداره. ما مانع انتقاد نیستیم و از اون نمیترسیم. اینها معلوم میشه که بهتانه، اما به قطع میگم ما مخالف هر نوع قتلی از این نوع هستیم و پلیس باید مجرم رو بگیره. ولی بعضی از رویدادها هم مسائل جنایی هستند و ربطی به آزادی بیان و روزنامه نگاری ندارن. بعضی مسائل شخصی هستن و بعضی هم مسائل دیگه. روزنامه نویسی آوانی داشتی شخصی و علاقاتی اسبابی تره. نظرتون در مورد انتخابات آمریکا و رئیس جمهوری شدن آقای ترامپ چیه؟ فکر میکنید روابط کردستان عراق با آمریکا از این به بعد چطور خواهد شد؟ انتخابات آمریکا مسئله مردم آمریکاست برای انتخاب رئیس جمهور خودشون. اما در دوران کمپین ریاست جمهوری، آقای ترامپ وعده های مثبتی درباره مسائل کردها و کردستان مطرح کرد. افراد اطراف او هم نظرشون درباره کردستان بسیار مثبته. برای همین ما خیلی به دوران ایشون خوشبینیم. وضعیت کردها در ترکیه و ایران رو مشخصا چطور میبینید؟ به خصوص بعد از اتفاقاتی که حالا در ترکیه در جریان بوده در شهرهای کردنشین. آقای من نگرانیم. پیش من ناخوشم از حکیات تا پیش. والله من نگرانم درباره اخباری که از ترکیه میشنویم. ما از روند صلح در ترکیه حمایت میکنیم و سر موقع هم خیلی برایش سعی کردیم. من میترسیدم که چنین وضعی دوباره پیش بیاد و خیلی سعی کردیم این اتفاق نیفت، اما متاسفانه رخ داد. جای نگرانیه و ما خیلی ناراحتیم، ولی باز هم چاره جز برگشتن به روند صلح نیست و آماده هستیم که برای شروع دوباره مذاکرات صلح و یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز هر کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم. در ایران هم امیدواریم هر راه حلی از طریق مسالمت‌آمیز میسر شه. چون دوران انکار کردها گذشته و فکر نمی‌کنم انکار حقوق کردها نفعی برای هیچ یک از این کشورها داشته باشه. ملت کرد وجود داره و حق خودش رو داره. کردها در این کشورها هم باید تلاش کنند راهی رو برای گفتگو و روابط صلح‌آمیز با دولت مرکزیشون بیابند تا از طریق صلح‌آمیز به حقوقشون برسن. اینکه چطور طرفین توافق میکنن به خودشون ربط داره، اما انکار کرد و ندادن حق کرد کار اشتباهیه و به همه زیان میرسونه. بلام این کاری ابونی کردو گوی نگرتن لما فی کردو لحق کرد شتی که حالا یا و بزیانی همولا کشتوانه.